سلام به شما دوستایی عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم تعدادی از علائم عمومی و خاص سرطان رو برای شما بیان کنم که هرچه سریع‌تر و بهتر بتوان از این بیماری خطرناک جلوگیری کرد. مورد اول، علائم عمومی سرطان. این علائم و نشانه های کلی در بسیاری از بیماری ها رایج است. این شامل شایعاتی است که با رشد غیر طبیعی سرطان مرتبط نیست. بنابراین سرطان را نمیتوان بر اساس این نشانه ها و علائم عمومی تشخیص داد و توصیه های پزشکی بسیار ضروری است. خستگی و ضعف. این دو علائم مشترک سرطان هستند که غیر اختصاصی هستند. خستگی در بسیاری از انواع سرطان ها و بیشتر در انواع خاصی دیده می شود. دلیل خستگی همیشه مشخص نیست. گاهی اوقات ممکن است به علت آنمی کمبود آهن باشد که ممکن است به علت خونریزی از تومور بدخیم نیز رخ دهد. ضعف ممکن است به دلیل مشابه به وجود آید، اما همچنین می تواند مربوط به تومور مؤثر بر اعصاب، عضلات و یا هورمون ها باشد. در حالی که خستگی ممکن است در مرحله اولیه سرطان ظاهر شود و ضعف تا حدودی همراه آن باشد، ضعف معمولا در مراحل پیشرفته سرطان یک نشانه برجسته است. تب و عرق شبانه. تب و عرق در شب نیز ممکن است در برخی از انواع سرطان رخ دهد. همانند خستگی و ضعف ممکن است تب به دلایل مختلفی رخ دهد. ممکن است به این دلیل باشد که سیستم ایمنی بدن به سرطان واکنش نشان می‌دهد. مواد ترشح شده توسط تومور یا سلول‌های سرطانی انرژی بیش از حد تولید می‌کند. عرق شب، عرق بیش از حد است که در طول خواب رخ می‌دهد. این علامت عمومی نیست، بلکه باید به عنوان علامت سرطان در نظر گرفته شود. تب و حتی عرق شبانه ممکن است نشانه از سرطان‌هایی مانند لنفوم یا لوستمی باشد. با این حال عفونت‌ها و بیماری‌های خود ایمنی باید به عنوان علل احتمالی رد شود. کاهش وزن غیر متمرکز. کاهش وزن غیر عمدی در سرطان یکی دیگر از موارد معمول است. این احتمال بیشتر در نوع خاصی از سرطان وجود دارد. کاهش وزن ناخواسته به کاهش وزن بدون تغییر قابل توجه در رژیم غذایی و میزان فعالیت بدنی اشاره دارد. با این حال نوسانات وزن بدن غیر معمول نیست. بنابراین از دست دادن وزن ناخواسته نباید به تنهایی در نظر گرفته شود و همچنین میزان کاهش وزن و همچنین طول مدت آن نیز باید مورد توجه باشد. علائم و نشانه های خاص سرطان. سرفه مداوم. دلیل متعددی برای سرفه مداوم وجود دارد، اما سیگاری ها به ویژه باید به سرطان ریه توجه داشته باشند. این می تواند در افراد غیر سیگاری هم اتفاق بیفتد، اما افراد سیگاری بیشتر در معرض هستند. علائم نگرانی دیگر شامل خرت خونی، تنگی نفس و صداهای تنفس غیر طبیعی مانند خسخس که ممکن است همراه با یک سرفه مداوم باشد. این علائم همچنین ممکن است با تعداد زیادی از عفونت های ریه نیز رخ دهد. خونریزی از رکتوم. خون در مدفوع یا خونریزی هنگام پاک کردن بعد از یک حرکت روده ممکن است نشانه ای از خونریزی کولون، رکتوم و یا مقعد باشد. دلیل بسیاری برای این نوع خونریزی وجود دارد، مانند هموروئید که یک بیماری رایج است اما یک بیماری جدی نیست. با این حال خونریزی می تواند نشانه از سرطان کلورکتال باشد. این باید در نظر گرفته شود زمانی که علائم و نشانه های دیگر مانند تغییر در عادت روده، تنس مست و درد پایین شکم وجود دارد. خون در ادرار. وجود خون در ادرار اغلب با چشم غیر مسلح قابل تشخیص نیست. این اغلب میکروسکوپی است و تنها با آزمایش‌های تشخیص مانند آزمایش سنجش ادرار تشخیص داده می‌شود. با این حال زمانی که خونریزی از دستگاه ادراری بیشتر از ممکن است منجر به تغییر رنگ ادرار شود. با خونریزی شدید ادرار ممکن است قرمز رنگ باشد. این ممکن است نشانه از سرطان مثانه یا سرطان کلیه باشد. علائم و نشانه‌های دیگر عبارتند از ادرار مکرر، درد هنگام ادرار، درد لگن و پشت. عوارض غیر طبیعی روی پوست.
تعدادی از لکه‌ها که مختلف پوست می‌توانند منجر به نگرانی در مورد احتمال ملانوم باشند. اغلب اوقات یک خال سیاه غیر طبیعی طبقه بندی می‌شود، اما ممکن است همیشه واضح نباشد. مراقب علامت جدید لکه‌های خال سیاه نامنظم و با مرزهای نامتعادل و رنگ متنوع بیش از 1.4 اینچ، یعنی قطر حدود 6 میلی‌متر، با تغییر مداوم در اندازه شکل و رنگ باشید. گره‌های لنفاوی بزرگ. گره‌های لنفاوی ممکن است به دلایل مختلفی متورم شوند و اغلب نشانه از عفونت هستند. با این حال گره‌های لنفاوی متورم در گردن، زیر بغل یا کشاره ران می‌توانند نشانه از سرطان‌های خاص مانند لنفوم غیر هوچکین باشند. تورم معمولاً بدون درد است و ممکن است علائم دیگری همچون سینه و یا درد شکمی، تب، عرق شبانه، خستگی و کاهش وزن ناخواسته وجود داشته باشد. مرسی که با من همراه بودید.